سلام و وقت همیتان بخیر من جاوید نیمی در رویدادهای خبری امروز استدیو زادی با شما خواهم بود وزارت خارجه ایران تایید می کند که نماینده های طالبان روز یکشنبه با مقام های ارشد ایرانی دیدار کردند بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت با طالبان مذاکرات جامعی داشتند وزارت خارجه ایران از گفتگوهای روز یکشنبه شنبه نماینده های طالبان با عباس اراقچی معاون وزارت خارجه این کشور به عنوان تلاش مؤثر صلح در افغانستان یاد می کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران در تهران گفت که قصد کشورش همین است تا زمینه های لازم را برای انجام گفتگو میان دولت افغانستان و گروه های مختلف در آن کشور ایجاد کند. این سو شهروندان افغانستان تشنه برای سال هند اما واقعا سال خواهد آمد سال 2018 با پایانش نزدیک شده و افغان ها از این سال خاطره خوبی ندارند سال 2018 سالی بود که بسیار یک سال خونین بود از لحاظ سربازان امنیتی ما شما نیروی امنیتی خبرنگاران در جریان سال 2018 میلادی تلاش های از سوی چندین کشور به قصد کشاندن طالبان به میز مذاکرات با حکومت افغانستان صورت گرفت اما تمامی تلاش ها تا هنوز به نتیجه مانده است فدراسیون بین المللی جورنالستان امروز اعلام کرد که سال 2018 یکی از مرگبارترین سالها برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در جهان بود بر اساس گزارش که امروز از سوی این نهاد نشر شد افغانستان امسال خطرناکترین کشور برای کارمندان رسانه ها در جهان بود. با 94 قربانی رسانه های جهان امسال یکی از زمان دشوار را باز هم سپری کردند. در مقایسه با 82 کشته در سال 2017 تلفات خبرنگاران و کارمندان رسانه ها پس از سال 2012 میلادی امسال بدترین بود. چنانکه انتظار می رفت افغانستان در صدر این فیرست قرار دارد و در مجموع 16 خبرنگار و کارمند رسانهی در جریان سال 2018 در این کشور کشته شدند. بدترین رویداد هم کشته شدن نو خبرنگار در روز سیوم اپریل در شهر کابل بود. سه خبرنگار رادیو آزادی هم در میان قربانیان شامل بودند. فلیپ لیروت رئیس عمومی فدراسیون بین المللی جورنالیستان می گوید خبرنگاران به خاطر هدف قرار گرفتند که شاهد اصلی وضعیت در کشورهایشان بودند. به دنبال افغانستان، مکسیکو و یمن در سال 2018 در جایگاه دوم و سوم به خاطر عدم مسئولیت و جان خبرنگاران قرار گرفتند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان ممکن است به اتهام پولشویی دستگیر شود. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان میگوید که استر محکمه این کشور امروز در مورد اتهامهای های پولشویی علیه زرداری جلسه می کند. علی زرداری رئیس جمهوری پیشین پاکستان و همکارانش متهمند که با استفاده از حسابهای جعلی بانکی ها دلار را از آن کشور با واسطه پولشویی منتقل کردند. زرداری شوهر بینظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان است که از سالهای 2008 و 2013 میلادی رئیس جمهوری این کشور بود حکومت پاکستان هفته گذشته اعلان کرد که سفر زرداری و پسرش بلاول بوتو زرداری به بیرون از کشورشان محدود شده است آصف علی زرداری های وارد شده بر خود و همکارانش را رد می کند اطلاف مخالف حکومت بنگلادش نتیجه انتخابات روز یکشنبه آن کشور را رد کرده است بر اساس نتایج ابتدایی حزب حاکم شیخ حسینه در انتخابات برنده شده رایدهی روز یکشنبه با رویدادهای مرگبار به همراه بود و گزارش از کشته شدن 17 تن نشر شده است باشنده های شهر داکه صبح امروز خبر پیروزی شیخ حسینه صدر بنگلادش را در انتخابات دیروز دریافت کردند با این ترتیب خانم حسینه برای سومین بار در قدرت تکیه اما احزاب مخالف نتایج انتخابات را رد کردند کمال حسین رهبر اطلاف مخالف تحت رهبری حزب بی ان پی گفته که از کمیسیون انتخابات بنگلدیش خواسته است تا انتخابات را دوباره برگزار کند زیرا به گفته او رایدیهی یک با تخطی به همراه بود کمیسیون انتخابات می گوید در مورد تخطی و تقلب در جریان رایدیهی دیروز تحقیق می کند. و این هم شماری از شهروندان بنگلادش از پیروزی شیخ حسینه خوشحال هستند. خیلی خرسند هستم که حزب عوامی لیگ و شیخ حسینه دوباره به قدرت رسیدند. امیدوارم که بنگلادش در آینده بیشتر از این پیشرفت کند. در جریان کمپاین ها و روز رایدهی از کشته شدن 17 تن در نتیجه درگیری ها میان مخالفان و حامیان حکومت بنگلدیش خبر داده شده است. و میدان سرخ مسکو هنگام در شب و روزهای سال نو میلادی با شور و هیجان بیشتر به همراه شد که ولد میر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک بازی هاکی روی یخ اشتراک کرد. پوتین که خودش ورزشکار نیز است در جریان بازی چندین مرتبه گل زد رئیسان جمهور و رهبران جهان شاید کمتر در چنین میدانهای ورزشی ظاهر شده باشند اما اینجا در میان هواداران زیاد ولادیمیر پوتین و دور از سیاست و مشغولیتهایش وارد میدان حاکی روی یخ شد جمهور روسیه توانست پنج مرتبه گلزنی زنی کند مبتکر چون این بازی ها تحت نام لیگ شبانه هاکی نیز خود پوتین است این گونه بازی ها به هدف جلب توجه مردم و جهانگردان از سال 2011 میلادی در شب و روزهای رخصتی اخیر سال در روسیه برگزار می شود حضور رئیس جمهور روسیه در یک رقابت ورزشی سپاسگزارم که با استیدیوی آزادی امراه بودید تازه ترین خبرها و اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما و فیسبوک و توییتر رادیو آزادی در دسترس شماست شاد باشید